سلام به تمامی فارسی زبان ها در سراسر دنیا. من سارا از پرژیان اوات. مهمون امروز برنامه ما آقای محمد رضا رسولی. آقای رسولی خوش اومدین. سلام به شما خانم رحمانی و همه بیننده های شبکتون. اسم من محمد رضا رسولی، جوان 23 ساله از کشور افغانستان که متولد ایران هستم و در ایران بزرگ شدم و الان تقریبا 6 ساله که در آلمان زندگی میکنم. بسیار عالی. در کدام شهر ایران بودین؟ من در شهر قزوین، شهرستان آبی یک. چند سال اومدید آلمان؟ من از سال 2016 با خانواده‌ام وارد آلمان شدم و تا به امروز آلمان زندگی میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. از خودتون بگید آقای رسولی، چند ساله که دارید نقاشی میکنید و اولین بار چی شد که نقاشی رو ادامه دارید؟ اولین بار چه کسی به شما گفت که استعداد دارید، میتونید و این هنر رو دارید؟ نقاشی تو زندگی من به صورت ناگهانی وارد شد. تقریبا اوایل سال 2021 بود، یعنی همون ماه اول بود که تازه کرونا وارد شهرها شده بود، آلمان همه جا هیاهو بود و همه جا قرنطینه بود. من هیچ کاری نداشتم، 24 ساعت خونه بودم کنار بچه و خانواده و عجبه بیکاری برای دخترم یه انیمیشن نقاشی کردم و بعد متوجه شدم که نه، من میتونم این کارو. واسم جذاب بود، لذت بخش بود، به همین دلیل ادامه دادم و با کلاس‌های آقای حسینی، خانم هستی نوبخت و پریا بدیری و مبینا مقدم که واقعا استادای شایسته هستن، با کلاس‌های اینا آشنا شدم و تمرین کردم و اگر بخوام حساب کنم تقریبا 6 ماهی که به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم. بسیار عالی. یعنی قبلا اصلا نقاشی نمی‌کردین؟ نه اصلا، یعنی من به همه چیز فکر می‌کردم، حتی بعضی وقتا شعر می‌نوشتم، پیش خودم نویسندگی می‌کردم، داستان سرایی می‌کردم و یهو وارد زندگی من شد نقاشی و علاقه من شدم بهش. چه جالب. بعد اون موقع اولین کسی که باهاش در جریان گذاشتید که من فکر میکنم در نقاشی استعداد دارم چه کسی بود؟ من با دوستم، با آقای امینی اولین بار در ارتباط گذاشتم و ایشونم واقعا خیلی منو تشویق کردن تو این راه. بله، چقدر جالب، چقدر خوب که شما یه نقاش به این خوبی هستید و خیلی دیر شروع کردید. من فکر میکنم شاید از حداقل 16 سالگی 17 سالگی. نه اصلا چنین چیزی نیست و خدا رو شکر، چون نقاشی واسه من یه دنیای دیگه بود. وقتی من نقاشی میکردم انگار که فرار از کاراکتر خودم بود، فقط میخواستم به یه چیز پناه ببرم و یه جوری باشه که من زمان رو متوجه نشم. حتی گاهی وقتا پیش میومد که من ساعت 11 شب پای نقاشی مینشستم و تا ساعت 6 صبح 5 صبح به کوب نقاشی میکردم و اصلا متوجه زمان نمیشدم. این برای من خیلی جذاب بود و حتی روی نقاشی هایی که من کار کردم، نقاشی رابط دنیر دنیرو که پشت سرم میبینید، من تقریبا بالای 200 ساعت روی نقاشی کار کردم و همچنین نقاشی که با آموزش های خانوم مقدم بود که تونستم بافت پوست رو ایجاد کنم و در کل برای من خیلی جذاب بود. بله واقعا. از مشکلات بگید، آیا زمانی که اقدام کردید که این هنر رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنید مشکلی ایجاد نشد؟ مشکل زبان یا پیدا کردن کسانی که بتونن در آلمان به شما کمک کنن؟ من کار خودم رو مجازی شروع کردم و وقتی که دیدم نقاشی رو بلدم سعی کردم داخل تیک تاک به اشتراک بذارم با مردم و مشکلات که بعضی وقتی که من زمانی که نقاشیامو به اشتراک میذاشتم بعضی وقتا فیدبک های بدی هم دریافت میکردم که مثلا تمسخر، که تو چقدر غیر حرفه‌ای. و اول واقعا حق داشتم، من حرفه‌ای نبودم، اما به مرور زمان ثابت کردم که من میتونم. حتی پیش اومده واسه من که مورد تمسخر قرار گرفت نقاشیام. خب اون زمانی که این افراد اینجوری پیام میدادن و شما رو ناراحت میکردن، آیا شد که ناامید بشید و بگید که نه من میذارم کنار نقاشی رو؟
بله دقیقا، من خودم کاراکترم شخصی که اگر بین کامنت هایی که داخل تیک تاک مردم خیلی خدا رو شکر حمایت میکنم و من واقعا ممنونم ازشون، اگر یک کامنت منفی میبینم حتی 3-4 روز با خودم درگیرم، خیلی اعصابم خورد میشه، حتی شده من چند ماه گذاشتم کنار تو این یک ساعت، اصلا جدی نگرفتم اوایل، چون که من همزمان باید کارهای مدرسه هم انجام میدادم و نقاشی هم بود، من سعی میکردم که بیشتر مشغول درسام بشم تا نقاشی. بله. خانواده چی؟ خانواده حمایتتون کردن؟ بله خدا رو شکر همیشه حمایت میکردن، تشویقم کردن. بسیار درس میخونید در آلمان؟ من بله، من فعلا ثبت نام کردم و دارم دوره آبیتور رو داخل آلمان میگذرونم، اما فعلا تلاشم اینه که داخل آکادمی هنر دوسلدورف قبول بشم و فعلا دارم پوشه نقاشیمو تکمیل میکنم که بهشون تحویل بدم و متاسفانه من یک نقطه ضعف دارم برای ورود به این آکادمی، اینه که من باید به طور قانونی مدرک آبیتور داشته باشم و اگر من بخوام مدرک رو داشته باشم باید 3 سال دیگه هم درس بخونم، اما من با یه پروفسور صحبت کردم، ایشون گفتن که اگر من یه تالنت خاصی داشته باشم و بتونم خودم رو به اثبات برسونم میتونم بدون این مدرکم وارد این دانشگاه بشم، واسه من یکم سخت‌تر هست نسبت به بقیه دانشجو، اما من تلاشم میکنم. به امید خدا انشالله که موفق میشید و ما موفقیت های بیشتری رو از شما خواهیم دید. خب بیشتر بگید از سبک نقاشی خودتون. نقاشی من سبک هایپر رئالیسم که با جزئی ترین جزئیات کشیده میشه، حتی من صورتی که کشیدم مخصوصا این چهره با بافت پوست خیلی ریزیه که واقعا زمان گذاشتم خیلی، حتی دستم در رفت ساعت بکنم بالای 220 ساعت شد این نقاشی و جذاب بود واسه من تمام این وقت‌ها و ارزشش رو داشت و الان متاسفانه توی این دوره هنر به تمسخر کشیده شده به نظر من، میان فرض مثال حتی اخبارها هست که اعلام میکنن یه آقای اومده موز رو با یه چسب چسبیده به یه گالری و میلیون ها دلار به فروش رفته و من به نظر من این کارو مسخره است، این که یه کسی میاد رنگو میپاچه روی یه تخت و اسم اونو اثر هنری میذاره، من واسه من قابل قبول نیست، هنر چیزی که باید روش زحمت کشیده شده باشه و ارزش داشته باشه نه کارهای بی ارزش، به نظر من بی ارزشه مخصوصا تو این دنیا که الان دنیای NFT شده و دنیا داره به سمت ارزهای دیجیتال کشیده میشه، بهتره که به همین دلیل من خواستم روی نقاشیام کار کنم و واقعا زمان گذاشتم. بسیار عالی. هدفتون چی آقای رسولی؟ من هدفم اینه که انشالله اول اینکه در حال حاضر داخل این آکادمی قبول بشم و انشالله خدا رو شکر 2 تا پیشنهاد خوب و 2 تا گالریست معروفم دریافت کردم که اولویت فعلا اینه که من داخل آکادمی برم و همکاری رو با ایشون انجام بدم و همچنین با یک مؤسسه مدیسین شفلشتون هیلفه داخل شهر بخوم صحبت کردم و قراره که یکی از تابلوام به فروش گذاشته بشه و مبلغ این تابلوام بالای 10,000 یورو و انشالله که به فروش رفت این پول مستقیم اهدا میشه به کسایی که مهاجرانی که داخل یونان زندگی میکنن، چون من زمانی که این درخواست رو به این مؤسسه دادم واقعا ازم حمایت کردم و خوششون اومد از این ایده، چون من هموطنامو درک میکنم که تو این شرایط، من خودم مهاجر بودم میدونم چقدر سخته و خدا کنه بتونم به کمکی کرده باشم، هنوز به فروش نرفته و در حال انجام مراحلش که انشالله انجام خواهد شد، انشالله که به فروش میرسه و شما هم به این هدف میرسید. دوست دارید نمایشگاه بزنید از آثارتون؟ فعلا نه، چون من حتی پیشنهادایی داشتم، من اگرم شروع کنم سعی میکنم که نقاشیامو داخل گالری های که باشون صحبت کردن انجام بدن، ولی در حال حاضر بهتره که نمایشگاه شخصی نداشته باشم به اسم خودم، چون که واقعا نقاشیم کمه و هر کدوم از نقاشی من 2-3 ماه زمان میبره، هر موقع انشالله تکمیل شدن حتما این کار انجام میدم. حتما حتما. به عنوان یک مهاجر که وارد یک کشور دیگه ای شدید و بالاخره یک کار مفیدی انجام دادید،
به عنوان یک هنرمند یاد میشین، حرفتون با جوانای همسن و سال خودتون چیه؟ این نظر لطفتونه. من هنوز خودم هنرمند نمیدونم، چون که واقعا کسی که چند ماه وارد دنیا نقاشی شده نمیتونه خودش هنرمند بدونه. اما به نظر من، البته من در سطح نصیحت کردنم نیستم که بخوام کسی رو نصیحت کنم، اما یه پیشنهادی که میدم، وقتی که یه انسان سرشو میذاره رو بالش موقع خواب، چیزی که تو ذهنش میاد، اگر فرض میکنه که داخل یه کنسرت روی استیج رفته، اگر فرض میکنه داره بازیگر میشه، تو چیزایی که توی خیالشه، اینا به نظر من یه نشونه است که از طرف خدا الهام میشه و این شدنیه، چون اومده تو ذهنت، پس شدنیه. بهتر که همون راه رو ادامه بدم و این ممکنه، نباید بذارم که فقط یه رویا بمونه، باید سمت رویاهاش برم به نظر من. بله، در آلمان وقتی که خواستید که این هنر رو دنبال کنید، آیا آلمانی هم کمکتون کردن، حمایتتون کردن؟ من اصلا با آلمانی ها به اشتراک نذاشتم، اول اصلا به اشتراک نذاشتم و فقط توی دنیای تیک تاک خودم که با فارسی زبان ها بود در ارتباط بودم، که واقعا هموطنان من کم نذاشتن واسه من، خیلی خیلی حمایت کردن، کامنت های خیلی انرژی بخشی بود واسه من که داخل تیک تاک مردم به من میفرستادن، اما از آلمانی ها به اشتراک نذاشتم تا کسی نگه زیاد. و اولین بارم با تلویزیون ودر بود که از طریق مدرسه اینا آشنا شده بودن و با من در ارتباط شدن، که آلمانی ها یه سری از کارهای منو دیدن و واقعا استقبال کردن، پیام دادن، ایمیل دادن، خواستن نقاشی های منو بخرن، حتی قیمت های خیلی خوبی گفتن، ولی من نفروختم. من قصد دارم که نقاشی رو نگه دارم، انشالله داخل گالری بفروش کنم. به امید خدا، امیدوارم که به همه اون چیزی که میخواین برسید. و آقای رسولی، نظرتون چیه برای تعدادی از دوستان و فارسی زبان ها؟ خب حالا یه نفری تازه شروع میکنه یه کاری رو انجام میده، حالا یه نفری شعری میگه و دوست داره نظر دیگران رو بدونه، شما نقاشی کشیدید گذاشتید داخل تیک تاک و یه عده حمایتتون کردن، یه عده هم حرفایی زدن که ناامیدتون کرد، نظرتون چیه درباره این آدما؟ من یه حرفی که همیشه به دوستام میگم اینه که نظر دیگران مهم نباید زیاد جدی بگیرن، حتی بعضی وقتا هستن مردم زیادی انرژی میدن، مثلا تعریف اضافه میکنه و طرفو هوا بر میگیره، فکر میکنه واقعا کسی شده، در صورتی که کارش اصلا حرفه‌ای نیست. و بعضی هم هستن واقعا میکوبن آدمو، یعنی در اصل اگر بخوایم حساب کنیم 90% فقط نظر خود آدم مهمه تا دیگران، و اون قدرت و استعدادی که دارید خیلی مهمه. حالا دیگران هم میتونن حمایت کنن آدم رو از نظر روحی و اینکه به آدم انرژی بدن، شاید یه کسی بتونه از این حرف ها به جای بالاتری برسه. شاید خیلی ها میان، دوستان هستن میگن ما شعرامون رو به اشتراک میذاریم و همه مسخره میکنن، چیزایی می نویسن که اصلا پشیمون میشیم که شعر گفتیم یا چیزی به اشتراک گذاشتیم. و چقدر خوبه که کامنت های خوب و پر انرژی بذارید تا حمایت بشن دوستان و هنرمندهای ما. دقیقا، به نظر من انسان باید اول خودش رو قبول داشته باشه. وقتی خودش رو قبول داشته باشه، به مرور زمان اون انرژی از طرف مردم برمیگرد به آدم. این چیزی بود که من واقعا واسه من تجربه شد، اول کلی حرفای خنده‌دار میگفتن و مسخره میکردن، ولی الان دارم واسه من به به چهچه میکنن و این خیلی خوبه واقعا واسه من افتخار میکنم به خودم. اول باید آدم به خودش افتخار کنه، وقتی من به خودم افتخار نکنم، پس چرا توقع داشته باشم دیگران بهم افتخار کنن؟ و این انرژی که داخل درون خود انسانه مهمترین چیزه. بله واقعا، دقیقا. آقای رسولی، حالا یه عده از جوان‌ها وارد یک کشور میشن، حالا به هر صورتی مهاجرت میکنن و پناهنده میشن و شاید استعداد هم دارن در شعر گفتن، نقاشی یا خوانندگی، ورزش، در هر زمینه‌ای، ولی چون وارد یه دنیای دیگه میشن و میگن حالا زبان بلد نیستیم و دیگه اینجا کشور ما نیست که بخوایم ادامه بدیم یا با کسی مشورت کنیم، نظرتون درباره این آدم ها چیه؟ کار اشتباهی میکنن وقتی که
من بفهمم داخل یه کاری علاقه دارم، اونو باید پی به باید ادامه بدم بهش. به نظر من داخل این کشور میشه سمت آرزوها رفت، حتی این یه بهونه است. اگر دنبال بهونه بگردیم حتما هر کسی میتونه بهونه پیدا کنه، هر کسی یه مشکلاتی تو زندگیش داره، ولی بهونه ها زیادن. باید کنار زد همه رو، باید انجام داد چیزی که در توان آدمه باید به نمایش گذاشت. بله واقعا. آقای رسولی، در آخر اگر حرفی با بینندگان پرژین واتس دارید بفرمایید. حرف خاصی که نه، فقط جا داره تشکر کنم از تمام مردم که منو حمایت کردن و دست همشون رو میبوسم. واقعا این همه حرفایی که این کامنت هایی که دایرکت هایی که واسه من میفرستن واسه من یه دنیا ارزش داره و امیدوارم که روزی برسه که بتونم به من افتخار کنم. حتما همینطور هست، ما هم به شما افتخار میکنیم و واقعا عالی است. امیدوارم که شما رو در مراحل بالاتر و شاید موفقیت های شما در مراحل بالاتر باشیم. دوستان عزیز، این بود برنامه ما با آقای محمد رضا رسولی. تا دیداری بعد، خدایا رو نگهدارتون.